یه عده این نشستن پای دل دانشجو و استاد به آیه یأس خوندن و یأس پراکنی. آقا نمیشه، آقا نمیتونیم، آقا فایده ای نداره. اینا واقعا موریانن، مثل موریانن، موجودات پلید، مخرب، ویرانگر. کشور با تراوت تمام داره پیش میره. این نهال تناور، این درخت تناور نهالی بود. امروز کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فراها فالسما، امروز اینجوریه. دارن در همه بخشا داریم پیش میریم ما. البته چالش داریم. آدم اگر بخواد زمین نخوره باید راه نره. بخوایم راه بریم، راه بیفتیم، خب زمین خوردن داره، تنه زدن داره، تنه خوردن داره. چالش خاصیت حرکت یک ملت بدون چالش که نمیشه. با این تراوت، با این ایستادگی ملت داره میره جلو. یه عده‌ای می‌نشینن گوشه کنار، بیخی گوشه این، بیخی گوشه اون، با دانشجو، با استاد، با هر کدوم یه جور، با مردم عادی، آیه ای از خوندن و یه از پراکنی و اینها. نه، واقع قضیه همینه. کار خیلی انجام گرفت. کشور نیاز دارد به جهاد علمی. ما نیاز داریم به جهاد علمی. جهاد، جهاد. امروز ما در کشور نیاز داریم در زمینه علم اینجور تلاشی بکنیم، احساس کنیم موانعی وجود داره، باید این موانع رو برداریم. معارضه هایی داره میشه، باید این معارضه ها رو در هم بشکنیم. خصت هایی در زمینه عرضه امکانات علمی از سوی کسانی که صاحبان اون هستن، که کشورهای پیشرفته علمی است، وجود داره. باید در مقابل این خصت ها از خودمون عزت و جوشندگی و فوران از درون نشان بدیم. امروز دنیا علی‌رغم تظاهر به سخاوت علمی در نهایت خصت علمی است. بنده که سال گذشته راجع به علوم انسانی مطلبی گفتم، ملاحظه کردم یه بازخوردهایی این حرف از سوی بعضی از افرادی داشت که این بازخوردها علمی نبود، منطقی نبود. برداشتهایی از این حرف کردن که مطلقا مورد نظر ما نبود. ما حرفمون درباره علوم انسانی همین حرفایی است که این دوستان گفتن، کاملا درسته. علوم انسانی اهمیت داره. علوم انسانی کنونی در کشور بومی نیست، متعلق به ما نیست، ناظر به نیازهای ما نیست، متکی به فلسفه ما نیست، متکی به معارف ما نیست و اصلا ناظر به مسائل دیگری است. مسائل ما را حل نمی کنه. دیگرانی طرح مسئله کردن، برای خودشون حل کردن، درست و غلطش هم کار نداریم. اصلا بیگانه است از ما. توسعه آموزش عالی باید در جهت هدفها باشه. مسئولان آموزش عالی باید به شدت از توسعه غیر هدفمند پرهیز کنن، چون این هم اتلاف مال است، هم اتلاف منابع انسانی است، ضایع کردنه. باید ببینیم چی لازم داریم، باید ببینیم هدف چیست، به کجا می‌خواهیم برسیم، بر اساس او توسعه بدیم محیط فضای آموزشی، آموزش عالی را. بر حسب نیاز دنبال اهداف خودمون باشیم. خیلی این مسئله به نظر من حساس و مهمی است. نیازهای اصلی کشور در حوزه علوم و فناوری باید احصاء بشن. در زمینه علوم انسانی همینجور بر اساس اینها برنامه ریزی بشه، معلوم بشه که چه تعداد دانشجو میخواهیم، چقدر دانشگاه میخواهیم، چه رشته هایی رو لازم داریم، در چه سطوحی این رشته ها بایستی تعلیم و تعلم پیدا کنن.